خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز قبلی ما یک مقدمه ای داشتیم از گرافیک دیزاینینگ و گفتیم که گرافیک دیزاینینگ دقیقاً چی هست یا چه کارهایی را انجام میده. گرافیک دیزاینینگ را گفتیم در حقیقت کارهایی است که یک مفهوم و برداشت داره به صورت تصویر یا مثلا به صورت یک متن‌های خاص برای شخص مقابل نشان بده. اینو میگیم گرافیک دیزاینینگ یا طراحی گرافیکی. و در کل طرح‌های گرافیکی به دو شکل بوده که شکل پیکسلی را به خود داشت و یکم شکل وکتوری را. برای پیکسلی راستر هم میگیم. پیکسل یا راستر از نقاط خیلی کوچک رنگ‌ها ساخته شده. یک تصویر تشکیل یافته از همون نقاط خیلی کوچک هسته. و به این شکل بعض برنامه‌ها خاصیت پیکسلی را دارن، یعنی شما زمانی که یک طراحی را روی از انجام میتین به صورت پیکسلی ساخته میشه، ولی بعض برنامه‌ها خاصیت وکتوری را داره. زمانی که طرحو مثلا همون ایده تونه ترسیم میکنید روی از او بر اساس وکتورها ساخته میشه. که در این قسمت مشخصاً برنامه فوتوشاپ خاصیت پیکسلی را داره و برنامه الستراتور خاصیت وکتوری را داره. بعضی برنامه‌های هم تا خاصیت پیکسلی و وکتوری را داره. مثلا برنامه کورل درا یه هم خاصیت پیکسلی را داره و هم خاصیت وکتوری را میتونه داشته باشه. و از وکتور بیشتر در قسمت نقشه‌ها یا در قسمت برنامه‌های انجینری زیادتر استفاده میشه. چرا که وکتور خودش مختصات از دو نقطه مشخصی هست، مثلا از شروع تا به ختم، و هیچگاه کیفیت خود را کم یا زیاد نمی سازه. یعنی به همون شکلی که با هر میزانی ما زوم بکنیم یا کوچک یا بزرگ به همون شکل هسته، ولی پیکسلی با حالت نیست. اگر تصاویر پیکسلی را شما یک اندازه زوم بسازین بیشتر از او حالت پیکسل یا همون نقطه چین از را میتونیم ببینیم. برصورت دیروز یک مقداری هم با محیط برنامه فوتوشاپ آشنا شدیم، نحوه باز کردن یک فایل را و یا مثلا ذخیره کردنش را کار کردیم. بازم برای از اینکه یک صفحه جدید را قرار باشه در فوتوشاپ باز کنیم، گزینه هست به نام کرییت نیو هم در این قسمت، یا میتونید بین روی منوی فایل و از اینجا کلیک کنید روی گزینه نیو تا یک صفحه جدید برایتان ساخته شود. شارتکت هم برای ساختن یک پروژه جدید در فوتوشاپ کنترل ان هست. بعد از اینکه کلیک کردیم روی نیو فایل و در قسمت فایل یا صفحه جدید برای ما ساخته میشه، میتونه فایلتان یا همون پروژهتان یک ابعاد مشخص را داشته باشه. طول عرضش را مشخص میکنیم و همچنان باید رزولوشن از رو مشخص کنیم. اگر ممکن بعداً یک نسخه باشه که به چاپ برسه، باید در همه اول رزولوشنش را تعیین بکنیم، نظر به اندازه از رو یا نظر به پرینتر که توسطش به چاپ میرسه. فرض مثال یک عکس است، عکس 3x4، ما باید برای عکس بگیریم حالت 300 پیکسل پر سانتی متر، 300 پیکسل پر سانتی متر. ولی ممکن یک مثلا یک ورق A4 عادی هست، پس اون را میشه بگیریم 300 پیکسل پر اینچ. یا به این شکل اگه فرض مثال یک بنر خیلی کلان هست یا یک بیلبورد هست، در اون صورت میگیریم 72 پیکسل پر اینچ. یا به این شکل نظر به همون محتوایی که بعداً به چاپ میرسه میتونه اندازه های یا مقدار رزولوشن هم متفاوت باشه. یعنی زمانی که میگیم 72 پیکسل پر اینچ یا کمتر یا بیشتر، در یک اینچ مربع یا در یک سانتی متر مربع به همون تعداد نقاط رنگ کار گرفته میشه. و در قسمت رنگ ها هم دیروز یک مقدار صحبت کردیم، گفتیم رنگ های مختلفی میتونه استفاده شده، از جمله رنگ RGB که بیشتر برای صفحات دیجیتالی مثل صفحه کامپیوتر یا موبایل یا همچنین جاهای استفاده میشه، ترکیبات رنگ RGB را داره، Red, Green, Blue، که هر نقطه رنگ از اون میتونه از خود جدا یک کد را داشته باشه. و همچنان ترکیب CMYK را داریم که بیشتر در پرینترها استفاده میشه. پرینترها معمولاً 4 رنگه هستن، خیلی پرینترهای کمی پیدا میشه که 3 رنگ باشه یا همون RGB باشه. CMYK مخفف سیان تقریبا چیز مشابه با بنفش میشه، مجنتا هم چیز مشابه با گلابی میشه یا بنفش فیروزایی سیان و مجنتا مشابه با بنفش، همون لوگوی خود گوهرشاد اگه دیده باشین، اینی تقریبا چیز مشابه با مجنتا هست. یلو هم مخفف زرد هست و که مخفف بلک یا سیاه هست. اینی ترکیب 4 رنگ را داریم که بیشتر پرینترها از این خاصیت استفاده میکنن. تا
ترکیبای دیگه ای مثل لب کالر و یا مثلا گریسکل حالت سیاه و سفید هست. لب کالر همو مشخصا 64 رنگ هسته، 128 رنگ هسته که در صفحات اینترنتی زیادتر استفاده میشه. یا اگر شما بیت مپ را بگیرین، ترکیبات رنگش کمتر است و مشخصا 32 ترکیب رنگ را میتونه در خود داشته باشه. از قسمت همون مود یا حالت رنگتان انتخاب میکنید و هر نوعیت رنگی خواسته باشین ساخته شده. و زمانی که صفحه جدید را میسازین، بک‌گراندش آیا سفید باشه، سیاه باشه یا بک‌گراند کالر باشه، یعنی نظر به رنگ بک‌گراند تعیین شده، که ما در مجموع دو رنگ را زیاد استفاده میکنیم، یکی فورگراند کالر برش میگیم، یکم بک‌گراند کالر. دو رنگ انتخابی هست. آیا مثلا بک‌گراند نظر و بک‌گراند کالر تعیین شده یا ترانسپرنت یعنی شفاف باشه یا رسمت کاستوم، خود ما دلخواه انتخاب میکنیم زمانی که تازه صفحه ما ساخته شد کدام رنگ به خود داشته باشه. حالا ما طوری مثال آمدیم، از قسمت یک رنگ را انتخاب کردیم، رنگ سرخ. اگر کلیک کنیم روی گزینه کرییت، یک صفحه جدید به همو ابعاد برای ما با بک‌گراند سرخ ساخته میشه. واضحه؟ و دیروز هم گفتیم فتوشاپ برنامه‌ای هست که بر اساس لایه‌ها ساخته شده، یعنی ترکیب زیادی از لایه‌ها را ما داریم و میتونیم لایه‌های خود را به شکل منظم ترتیب بکنیم تا یک تصویر جدید برای ما ساخته شود. ممکن بعضی لایه ها فقط خودش یک تصویر ساده باشه یا یک شکل باشه، یا ممکن لایه هایی باشه که تأثیر خود روی لایه های زیر مجموعه بانه. همچنین لایه هایی را میتونیم داشته باشیم و لیست تمام از اون لایه ها را میتونیم در این قسمت ببینیم در تب به نام لیرز. اگر نبود بین در روی مینوی ویندو و از این قسمت لیرز را برایتان فعال کنید. شارتکت برای فعال یا غیر فعال ساختنش همون F7 هست. اگر از روی کیبورد F7 را فشار بدیم لیرها یک بار ظاهر میشه، پس اگر فشار بدیم هاید یا مخفی میشه. بسیار خوب، دیروز یک کمی هم در مورد محیط کاری صحبت کردیم، چه قسمی یک محیط را یا همون ورک اسپیس خود را به دلخواه تعیین بکنیم. مثلا کدام مینوها یا کدام آپشن ها زیاد به کار ما هست، میتونیم همون آپشن ها را روی صفحه داشته باشیم، یا اونایی که به کار ما نیست میتونیم دوباره از صفحه هاید بکنیم یا اینکه یک جای دیگه انتقال بدیم، امکانش هست. فرض مثال در این قسمت ویندوی را داریم به نام لرن، دیگه نیاز نداریم، میتونیم ویندوی لرن را از قسمت غیر فعال کنیم. روی ویندو آمده گزینه‌ای را داریم به نام لرن، کلیک کردیم رویش، همو پنل یا همو ویندویی که به نام لرن بود دیگه هاید شد. یا به این شکل مثلا تول بارها شاید به کارتان نیه، ولی چیزی هست که همیشه به کار ما میه. فرضاً تولبارها رو دیگه نیاز نداریم، میتونیم بریم در قسمت ویندو و گزینه تولز رو از اینجا غیر فعال کنیم. آپشن غیر فعال شد، تولز به این شکل تولبار رو هم نشان نمیده. پس اگه خواستیم نشان بده قسمت ویندو و همو تولبار و مثلا آپشن ها رو میتونیم فعال بسازیم. بسیار خوب، فعلا هم یک صفحه جدید رو داریم به اندازه 4 اینچ 6 اینچ در 4 اینچ و البته رنگش هم سفید باشه. حالا در صورتی خواسته باشیم یک صفحه ای را که از قبل داریم باز کنیم، گزینه ای هست به نام اوپن. هر جایی که آدرس فایلتان قرار داشته باشه انتخاب میکنید و باز میشه. در قسمت اوپن یا باز کردن ما میتونیم هر نوع فایل را باز کنیم. البته خود فتوشاپ میتونه همون فایل هایی که توسط برنامه فتوشاپ ساخته شده یا با پسوند PSD هست یا مثلا هر نوع تصویر را که باشه باز بکنه. ما از قسمت هر تصویری که انتخاب بکنیم، یعنی با هر پسوندی که باشه، امکان باز شدنش هست. فرض مثال یک تصویر باز کردم با پسوند JPG هست. همیشه شما غیر از فایل هایی که با پسوند PSD یا خود فتوشاپ هست، اگر باز کنید در قسمت معمولا یک لایه را میبینید و او هم به شکل لاک یا قفل شده هست که به نام بک‌گراند هست. چرا که تصاویر غیر از پروژه های خود فتوشاپ اینا با هم مرج یا یک جای شده هست، درست؟ تنها پروژه های فتوشاپ خاصیت لیرهای جدا جدا را داره که میتونیم به صورت جداگانه اینا را بعدا ویرایش کنیم. ولی غیر از فرمت PSD معمولا فرمت های دیگر اگر باز کنیم تنها همون یک لیر هست یا یک لایه هست که به صورت لاک شده یا قفل شده یا به صورت بک‌گراند هست. و گزینه ای را داریم به نام براوز این بریج. خود بریج یک برنامه دیگه از شرکت ادوب هست.
اگر قرار باشه شما تصویرتان از بریج باز کنید، باید در قدم اول ایراد انسال کرده باشین یا شما فعلا انسال نکردین. اگر همین لحظه مثلا به اینترنت وصل باشیم میتونیم دانلود کنیم و انسال کنیم، ولی قبل از او باید شما ساین این شوین یا یک ادوب اکاونت داشته باشین. معمولا هر شرکت مشخصا بر خود یک یوزرهایی را داره یا اکاونتهایی را داره که باید ساخته شود. حالا در این قسمت اگر ما در Adobe Creative Cloud یک اکاونت بسازیم میتونیم از همو بریج هم کار بگیریم. بریج تقریبا سافتویر هست که تا جای کارهای ابتدایی فتوشاپ را، کارهای خیلی ابتدایی را مثل کراپ کردن، مثل کت کردن یا ریسایز کردن اینا را انجام داده میتونه و همچنان دیتیلز جزئیات بیشتر تصویر برای ما نشان میده. حالا اگر قرار باشه از داخل بریج شما تصویرتون رو باز کنید، گزینه‌ای هست به نام براوز این بریج. و گزینه اوپن از کارش باز کردن تصویر به صورت یک کپی هست. یعنی اگر فرض مثال ما بیم از قسمت یک تصویر باز کنیم، این تصویر انتخاب کردم و حالت اوپن از هست. در قسمت اوپن از باید فایل ما با پسوند PSD یا همون پسوند خود فتوشاپ باشه. پس میم در قسمت گزینه فایل و اوپن از. در صورتی که ما یک فایل را با پسوند PSD یا همون پروژه فتوشاپ پیدا کنیم و دوباره باز کنیم، مثلا در این قسمت هم باید باشه. اینجا است که به نام All Criteria است. یک تا فایل داریم. زمانی که شما این را به حالت یا به فرمت Open As باز کردین، دقیقا مثل یک کپی باز میشه. یعنی زمانی که تغییرات را روی از این میاریم و قرار است دوباره ذخیره کنیم، روی خود فایل نه بلکه به صورت یک کپی جدید برای ما ذخیره میشه. درست؟ حالا اگر مثلا یک تغییرات رو ریاضی بریم یا یک قسمتش رو کم بکنیم زیاد بکنیم، بخوایم دوباره ذخیره شه و قسمت سیو آمده، گزینه سیو کو غیر فعال هست، چرا که نمیشه مستقیم روی خود همون فایل ذخیره کنیم، ولی میتونیم سیو از کنیم، یعنی به جای دیگه ذخیره شه یا به یک نمونه جدید یا کپی جدید ذخیره شه. تنها تفاوتش همی است که اوپن مستقیم اصل فایل رو باز میکنه، ولی اوپن از به شکل یک کپی باز میکنه. البته بازم همو اصل فایل هست، تنها اجازه ذخیره کردن روی خود فایل برای ما نمیده. بخوایم پروژه اصلی را تغییر ذخیره کنیم، رویش اجازه را نداریم. در حالت اوپن اس و گزینه ای را داریم به نام اوپن اس اسمارت آبجکت. میتونیم همو تصویری را که باز کردیم به شکل یک اسمارت آبجکت باشه. در فتوشاپ غیر از لایرهای عادی، البته ما نوعیت های لایرهای مختلف را میتونیم داشته باشیم، لیر نوع متنی، شیپ ها، مثلا سمارت آبجکت ها یا سمارت لیر ها، اینا هر کدامشان خواص های مختلف خود را داره و یک نوع از اون لیر ها را ما به نام سمارت آبجکت یا سمارت لیر یاد میکنیم. خوبی سمارت لیر ای هست که اگر یک زمانی یک افکت یا مثلا یک تاثیر یک دیزاینی روی همون لیر تعریف شد، بعد از اینکه مثلا چندین مراحل یا چندین کار دیگه هم صورت گرفته، میتونیم میزان تاثیر از همون مثلا افکت را کمتر یا زیادتر بسازیم، ولی در لایرهای عادی نمیشه. به طور مثال شما همین تصویر را آمدین یک کمی تاریکتر ساختین، درست؟ ما شاید بعد از آمده باشیم چندین مرحله کارهای دیگه را هم انجام دادیم، ولی در لایرهای عادی نمیشه، فقط همون راه حلش است که کنترل زد بکنیم چند دفعه. اما در اسمارت لایرها بعدن هم میتونیم هر چقدر افکت یا تأثیری که روی همین لایر هست بعدن یا کم و زیاد بکنیم یا ای که از بین ببریم امکانش هست. حالا در این قسمت اگر کلیک کنیم روی Open as Smart Object، تصویر ما به شکل یک اسمارت لایر یا همون اسمارت آبجکت باز میشه. بازم جزئیات بیشتر لایرها را در قسمت منوی به نام لایر میخوانیم. و دیگه داریم اوپن ریسنت، لیست فایل های اخیری هست که توسط فتوشاپ باز کردین، میتونید دوباره اینجا باز کنید. یا اگه همون اول هم اگه متوجه شویم، زمانی که هیچ پروژه دیگه باز نباشه، در قسمت ریسنت فایل ها را، یعنی فایل هایی که قبلا توسط فتوشاپ باز شده برای ما نشان میده. روی هر کدام از اونها هم اگر کلیک کنیم باز میشه. خب فعلا میم یک از اونها رو باز میکنیم، یک تصویر رو باز کردیم. دیگه داریم گزینه‌ای را به نام کلوز. کلوز کارش تنها بسته کردن همه پروژه فعلیتان هست. شما اجازه را دارید در فتوشاپ تا همزمان چندین تا تصویر یا پروژه را باز کنید. مثلا کنترل او از قسمت یک تصویر دیگر را باز کردم که هر تصویر به صورت یک تب جدا برای ما نشان داده میشه. البته میتونید تب های خود را ریسایز هم بکنید، یعنی موقعیت از او را یا اندازه از او را تغییر بدید.
این فعلا به شکل یک ویندوی جداگانه دیده میشه، ولی اگه خواستین دا داخل خود فتوشاپ باشه ولی به صورت تب‌های جدا، بازم امکانش هست. روی هر تبی که کلیک کنیم همون تصویر برای ما نشان میده. و اگر در روی منوی فایل آمده کلیک کنیم روی کلوز، همین ویندو یا همین فایلی که فعلا باز هست بسته میشه. شارتکتش هم کنترل W هست. اگر کنترل W رو فشار بدیم تنها پروژه‌ای که فعلا رویش کار میکنیم یا باز هست بسته میشه. ببینید کنترل W آیه هم بسته شد. دوباره یک فایل را یا تصویر را باز کردیم. گزینه ای را داریم به نام کلوز آل، یعنی تمامش را بسته کنه. شاید یک زمان چندین تصویر باشه، کنترل O. سه تا تصویر داریم در این قسمت، هر سهش باز است. اگر کلیک کنیم روی گزینه کنترل کلوز آل، تمامش بسته میشه. شارتکتش هم Alt کنترل W هست. خیلی وقتا میشه که کارتان خلاص شده، شاید از چندین تا تصویر استفاده کردین و یک تا تصویر یک پروژه را ساختین، بعد میخواین تمام تصاویری که باز است بسته شه. Alt کنترل W فشار بدین، تمامش بسته میشه. یا میگیم نه، فقط همونی که ما فعلا کار میکنیم باشه، متباقیش بسته شه. گزینه ای را دارین به نام کلوز آدرز. کلوز آدر حالتی هست که شما بیشتر از یک تا ویندو یا یک تا پروژه را داشته باشین و بخواین دیگرایش را بسته کنین، در صورتی که تصویر یا همه پروژه فعلیتان باز باشه. حالا سه تا را باز داریم. اگر بریم در قسمت کلوز و کلیک کنیم روی کلوز آدرز، متباقیش بسته میشه و فقط همه تصویر فعلی برای ما میمونه. تا اینجا واضح است؟ و گزینه‌ای را داریم به نام کلوز اند گو تو بریج، که بازم اگر برنامه بریج اینستال باشه، تصویر ما یا همه پروژه‌ای که باز بود بسته میشه و ما رو میبره در برنامه بریج. دیگه داریم گزینه سیو را. اگه خواسته باشیم یک پروژه را ذخیره کنیم، مثلا یک تغییرات را در همین پروژه میاریم، یک قسمت از این انتخاب میکنیم، البته داخل یک لایر جدید، تا به اینجا انتخاب کردم و مثلا یک رنگ دیگر رو گزی اپلای کردم، مقدار فیل یا اپوسیتی از همین رنگم باشه حدود 44%. و قسمت های خارج از رو اگر انتخاب بکنیم، باز یک رنگ دیگر رویش اپلای کنیم و این هم ویوش 44% است. ما آمدیم یک تا لیر اضافه کردیم، فقط یک تغییرات آمده بر صورت. میخوایم این را به صورت یک تصویر جدید ذخیره کنیم. روی گزینه سیو آمده. اگر کلیک کنیم روی سیو، البته در صورتی که تصویرتان همون تصویر قبلی باشه، یعنی هیچ لیر جدید اضافه نشده، در اون صورت میشه روی همون فایل اصلی قبلیتان مستقیم ذخیره شده. ولی زمانی که لیر جدید رو شما اضافه کردین، فعلا اگر دقت کنیم یک لیر جدید اضافه شده برای ما. زمانی که یک لیر جدید اضافه کرده باشین، باید این رو با پسوند PSD ذخیره کنیم، البته اگر خاصیت پروژه‌ای میخواین. ولی زمانی خواسته باشین به شکل JPG ذخیره شوه، از قسمت انتخاب بکنید با کدام پسوند یا با کدام اکستنشن ذخیره شود، که ما پسوندهای مثل JPG, GIF یا مثلا PNG یا پسوندهای مختلف را داریم. میشه از قسمت انتخاب بکنیم تا تصویر ما با همون پسوند ذخیره شود. ببینید اگر قرار باشه ما تنها یک سری تغییرات را در همین تصویر بیاریم، لیر یک را پاک کردم دوباره، میم یک تغییرات را در همین تصویر به وجود میاریم. مثلا رنگ سفید روی ازی اپلای کردم، درست؟ حالا اگه ذخیره کنیم روی منوی فایل آمده گزینه سیف، دیگه از ما پرسان نکرد در کجا ذخیره شد، به کدام نام ذخیره شد، مستقیم روی همون تصویر، روی تصویری که قبلا داشتیم ذخیره شد. اگر شما بیند داخل درایو دی فولدر پیکچر دقت هم بکنید، فکر کنم همین فولدر بود، نه اینجا نه، داخل فولدر یک، همون تصویری که داشتیم کامل رنگ سفید رویش ذخیره شده، چرا که ما دیگه کدام لیر جداگانه ای را نداشتیم تا از ما پرسان کنه در کجا ذخیره شه یا با کدام اکستنشن ذخیره شه، اون مستقیم روی خودش ذخیره کرد. ولی زمانی که تغییرات را آورده باشین، فعلا کنترل زد کردم یا اندو کردیم، اندو و ریدو آخرین کار را که شما انجام میتین، یک مرحله اگه قرار باشه پس بیا میشه اندو، یا اگه بخواین دوباره تکرار شوه ریدو را داریم، که در روی منوی ادیت گزینه هایی را داریم در قسمت به نام ریدو یا اندو. ما فعلا آخرین کاری که انجام دادیم دیلیت کردن یک لیر بوده. اگر کنترل زد کنیم میشه همون لیر پس بیایه، لیر یک پس آمد. یا میخوایم نه، لیر یک پس دیلیت شده، ریدو دیلیت فایل، دوباره تکرار کنه. به هر صورت که بازم یک لیر هست، میخوایم دوباره ذخیره کنیم روی منوی فایل و سیو، بازم از ما پرسان نکرد در کجا یا با کدام نام یا با کدام اکستنشن ذخیره شده، مستقیم روی همون تصویر ذخیره شد. و سیو را داریم.
سپس کارش ذخیره کردن مجدد یک لیر یا یک تصویر هست. اگر قرار باشه ما نخواهیم روی همون اصل فایل تغییرات ما ذخیره شوه، بلکه به صورت یک تصویر جدا یا ممکن به صورت یک پروژه جدا ذخیره شوه، میتونیم از سپس کار بگیریم. فرض مثال در همین قسمت ما اومدیم یک لایه ای را درج کردیم که اپسیتی ازی یا مقدار دید ازی 44% هست، البته دو رنگ ترکیب شده، اگرچه اگر 100% بسازیم یک لایه کامل را داریم که به این شکل دو رنگه هست، ولی زمانی که اپسیتی ازی را کمتر بسازیم مثلا به این شکل، یک مقدار خیره بگراندش هم برای ما دیده میشه، ولی نمیخوایم این را دوباره روی اصل فایل خود ذخیره کنیم. میتونیم سیو از کنیم. روی سیو آمده، روی منوی فایل سیو از، در کجا ذخیره شوه، با کدام نام ذخیره شوه یا با کدام اکستنشن و پسوند ذخیره شوه امکانش است. مثلا در روی دسکتاپ به همین نام باشه درست است، با پسوند PSD یا مثلا پسوند ها و اکستنشن های دیگه. بعد از اینکه اکستنشن انتخاب کردین، کلیک کنید روی سیو و همون اکستنشن برایتان ذخیره میشه. واضح است اینجا؟ بسیار خوب. مرحله دوم چیزی که در فتوشاپ خیلی ضروری هست، مینوها، امو تولبار ما هست. ما در قدم اول شاید دو سه روز اول را تولبارها را دانه به دانه بخوانیم، بعدا میریم روی مینوهای دیگه فتوشاپ. حالا خوب است یک تصویر را باز کنیم یا مثلا یک پروژه فتوشاپ را باز کنیم که چندین لیر داشته باشه. پس داخل درایو دی فولدر گرافیک ولی تبلیغات سو نشه. ببینیم دیگه پروژه فتوشاپ داریم. بله در این قسمت هست. بسیار خوب. ما یک تا پروژه ای را داریم در این قسمت که البته متنهایش هم فکر کنم جدا جدا هست. بله. نه هر کدامشون جدا لیر هست. در این قسمت لیرهای مختلف را داریم. مختلف هم نه، فقط دو تا سه تا هست. بر صورت. در قدم اول روی تولبار. شاید از شما تولبارهایتان فقط همو یک سطر یا یک ستون دیده شده. اگر خواسته باشین تولبارهایتان کنار هم قرار بگیره، گزینه ای هست در این قسمت، مقدار زوم بکنم در اینجا. در صورت که ما کلیک کنیم روی همین گزینه، تولبارهای ما یک مقدار اکسپاند میشه، باز میشه یا دو ستونه را به خود میگیره، شکل دو ستونه به این حالت. بر صورت گزینه ای را داریم در اول به نام موو تول. کار موو تول انتقال دادن یک لیر هست. در صورتی که شما موو تول انتخاب بکنید، میشه یک لیر انتخاب کرده و این را انتقال بدین، جا به جا بکنید از یک جای به جای دیگه. مثلا ما اومدیم و یک لیر دیگر انتخاب میکنم، البته لیر ما باید لاک نباشه. اوکی. فرض بگیریم یک لیر دیگر داریم. برای انتقال دادن از یا جا به جا کردنش به این شکل میتونیم لیر خود انتخاب کرده و یا جا به جا کنیم به این حالت. یا هر تصویری که شما اضافه کنید، بله لیر اضافه میشه. ببینیم اگر اینی پروژه ما یک جا نشده باشه. بسیار خوب. در این قسمت اگر ببینیم، مثلا خود تکس امتحان کانکور یک لیر هست، البته داخل یک فولدر هست، نمیخوایم فولدرش انتخاب کنیم، تنها تکس را انتخاب کردیم. و یه بازم اوتو سلیکت اینجا غیر فعال هست. زمانی که شما یک تولز را یا ابزار را انتخاب میکنید، آپشن های مربوطی زوره یا جزئیات مربوطی از رو معمولا در قسمت کنترل بار برش میگیم میبینیم یا آپشن برش میگیم که میشه از روی مینوی ویندو آپشن یا تول بار خود را، تولز خود را هاید و انهاید بکنیم. فعلا هم آپشن نمایش داده میشه برای ما، هم تولز. کار موو تول را هم گفتیم انتقال دادن هست. البته اگر گزینه اوتو سلیکت غیر فعال باشه، شما هر لیر را که انتخاب بکنید، مثلا ما اومدم امتحان کانکور انتخاب کردم، میشه اینا انتقال بدیم از یک جای به جای دیگه. کار مفتول پس چه شد؟ انتقال دادن یک لیر از یک جای به جای دیگه. و یه قابلیت را داریم تا از همین لیر موجود یا از همین پروژه موجود ببریم داخل یک پروژه دیگه هم. این انتخاب کردم و قسمت بالا را دقت کنید. اگر بیاریم در روی تب بعدی در این قسمت، پس رها کنیم در داخل خود همین لیر یا داخل خود پروژه جدید، در حقیقت همون لیر ما از داخل پروژه قبلی آمد اینجا، که فعلا به شکل یک کاپی آمده، درست؟ از یک قسمت کاپی شده یا مشابه با کاپی لیر ما در این قسمت هم با وجود آمده یا ساخته شده. و در این قسمت لیر جدیدی از نوع تایپ لیر
ساخته شده. معمولا در صورتی که لیرتون تایپ باشه یا تکست متن باشه، تنها کلمه تیر شما میبینید، و مثلا اگر لیرتون یک تصویر باشه یا چیزای دیگه باشه، الگوها یا لوگوهای دیگه ای داره، نمونه های دیگه ای داره. مثلا در این قسمت اگر دقت کنیم، باز هم لیرهای مختلف را میبینیم. اینا معمولا نمونه از یک شیپ لیر هست، و یه هم از یک تکست لیر هست، یا اگر یک تصویر مد نظر بگیریم، معمولا لیرهایی که یک تصویر یا عکس باشه ما به این شکل میتونیم ببینیم. یا اگر شما روی خود آیکن لیرها راست کلیک کنید، در این قسمت گزینه‌ای هست به نام نو تمنل، اسمال تمنل، میدیم یا لارج تمنل. مثلا من انتخاب میکنم میدیم تمنل، یعنی خود لیرهای ما را به شکل یک تمنل جدا نشان بده، به شکل یک نمونه نشان بده. مثلا در این قسمت تکست لیر اگر انتخاب بکنیم، گرچه تکست لیرها نمیشه نمونه خاصی داشته باشه، به این حالت نشان داده میشه، ولی شکل ها و تصاویر دقت کنید. الپس یک کپی، اینی میشه لیر ما که در این قسمت هم به صورت نمونه نشان میده. یک مقدار از یا به صورت نمونه خیلی کوچک میتونیم ببینیم. و کار مفتول هم شد انتقال دادن با اپشن. انتقال دادن درست؟ ولی اینکه دقیقا ما کدام لیر انتقال بدیم باید انتخاب بکنیم در ابتدا. فرض مثال در همین جا ما میخواییم تصویر انتقال بدیم از یک جای به جای دیگه، ولی باید در ابتدا لیر مربوطه انتخاب شود تا بتانیم انتقال بدیم. برای انتخاب کردن یک لیر، یک راهش ای است که شما روی همون لیرتان راست کلیک کنید و در قسمت لیست تمام لیرها و گروپ هایی که البته در همین نقطه قرار داشته باشه را میتونید ببینید. به طور مثال اگه من فرضاً کلیک کنم در قسمت، تنها کدام لیر هست؟ بک‌گراند و کالر فیل هست، درست؟ ولی زمانی که روی خود تکس کلیک کنیم، راست کلیک روی تکس، گروپی هست به نام دیزاین که در داخل از او کلمه امتحان کانکور یک لیر هست قرار داره. اگر من کلیک کنم روی امتحان کانکور، شما در قسمت لیرهایتان دقت کنید، لیر به نام امتحان کانکور انتخاب میشه. ما گزینه‌ای را داریم به نام شو هاید، یا میتونیم همون لیر هاید یا ان هاید بکنیم، نشان بده بر ما یا نه، درست؟ به این شکل. حالا لیر که انتخاب شده کلمه امتحان کانکور است و میتونیم خیلی راحت او را از طریق مفتول از یک جای به جای دیگه انتقال بدیم. حالا میخواییم مثلا کلمه 1399 را انتخاب کنیم، راست کلیک، دوباره روی همو کلمه یا روی همو لیرتان انتخاب کردیم به این شکل. یک راهشی است. و راه دیگه در این قسمت گزینه را داریم به نام اوتو سلیکت. البته اوتو سلیکت اگر فعال باشه و شما از این قسمت انتخاب میکنید آیا لیرتان انتخاب شوه خودش اتومات یا نه گروپتان انتخاب شود. ما میتونیم لیرها را با هم گروپ هم بسازیم، در سای بعدی هست میگیم برتان، ولی فعلا اگر ببینیم برای از اینکه سوال ما حل شوه، ما در قسمت گروپ های مختلف را داریم. یک گروپی هست اینجا به نام دیزاین که در داخل خود چندین لیر را داره. زمانی که شما گروپتان کلاپس یا اکسپاند کنید میبینید، فعلا کلاپس یا جم کردیم، بخوایم دوباره اکسپاند شوه، چندین لیر در داخل از او قرار داره. اگر از این قسمت شما گزینه اوتو سلیکت را فعال مانده باشین و انتخاب کردن لیر، یعنی خود لیر اتومات انتخاب شود، روی هر لیری که کلیک کنید انتخاب شده هست و میتونید را جابجا کنید. مثلا ما اومدیم روی لوگوی گوهرشاد کلیک میکنم در این قسمت، کلیک کردم انتخاب شد و میتونم انتقال بدم از یک جای به جای دیگه. یا مثلا روی کلمه رهبری و شایستگی، یک بار کلیک کردیم لیر مربوطه انتخاب شد و میتونیم انتقال بدیم. این حالت رو میگیم اوتو سلیکت. اگر فعال باشه اتومات لیر انتخاب میشه و میتونیم جابجا کنیم. و اگر غیر فعال باشه در اون صورت ما باید راست کلیک کنیم روی همون لیر تا انتخاب شود. مثلا حالا میخوایم اینی لیر انتخاب بکنیم، الپس دوره، درست؟ اگه من مستقیم کلیک کنم رویش انتخاب نمیشه، دو راه داریم، یا کنترل را گرفته کلیک کنیم که بازم همون حالت اوتو سلیکت میشه، کنترل را از روی کیبورد بگیرین و روی لیرتان کلیک کنید. زمانی که یک کار انجام دادم لیر انتخاب شد به این شکل. یا مثلا همین لحظه کدام لیر انتخابش از روی لیرها اگر ببینید الپس دو انتخاب هست. ما میخوایم یک لیر دیگر انتخاب بکنیم، جمعه 24 ساعت یک لیر هست، اگر ما مستقیم روش کلیک کنم انتخاب نمیشه، بلکه بازم چی انتخاب هست؟ همون لیر قبلی. و اگر کنترل را گرفته کلیک کنم، کنترل از روی کیبورد فشار گرفتم و کلیک کردم، حالا چی انتخاب شد برای ما؟ خود تکس 24 ساعت انتخاب شد و میتونیم جا با جا کنیم. تا اینجا واضح است؟ بسیار خوب.
میشه، همین کار پیشتر انجام دادیم. مثلا این کلمه رو گرفتیم و میاریم در قسمت بالا روی خود تب، نام تب، و پس از اینجا درگ کنید یا رها کنید در داخلش به این شکل. یا مثلا همین کلمه تصویر رو که در قسمت داریم، راست کلیک لیر صفر ما انتخاب کردیم و میخواییم این را در داخل تصویر دیگه اضافه کنیم یا رها کنیم. در قسمت اگر ما پس رها کنیم لیر ما آمد در اینجا. ولی مثلا بک‌گراند داره، اگر ما بک‌گراندش از بین ببریم قسمتی میمونه که تصویر خود را در روی ازی لیر داریم. پس میشه همی را یک مقدار کوچکتر ساخته و بک‌گراندش هم از بین ببریم. و می راحتی بک‌گراند رو از بین بردیم و حال قسم از این میمانه که تصویر ما روی یک بک‌گراند یا منظره دیگه ای قرار داره. این قسمت هم باقی مانده و ایرم انتخاب کردم و دلیت. یا می خواهیم دوباره همین لیر را که جدا کردیم ببریم داخل لیر گوهرشات. انتخاب کردم، راست کلیک، نام لیرتون ظاهر میشه. یا میتونید از روی خود پنل لیرها از روی میگم برسم میگم عجله نکنید زیاد. انتخاب کردیم لیره که بازم از طریق مفتول هست، مفتول گرفته و ایره آوردیم در کجا؟ در قسمت بالا. اینجا اگر ما رها کنیم، البته رها اینجا نکنید، یک کمی پس بیارین پایین تر در قسمت آمد. منطقه کمی سایزش خیلی کلان هست، درست؟ چاکست. خب کار مفتول فهمیدین؟ در قسمت مفتول ما گزینه هایی را داریم به نام alignment یا align. البته در صورتی که شما یک قسمت را انتخاب کرده باشید، ما یک ساحه را باید در ابتدا انتخاب بکنیم تا بتانیم align یا موقعیت یک لیر را نظر به همون ساحه انتخاب شده تعیین بکنیم. برای انتخاب کردن ما گزینه ای را داریم به نام select tool. در قسمت اگر شما کلیک کنید روی سلیکت تول، حال اجازه دارین از همون لیر موجودتان یا لیر فعلیتان یک قسمت را انتخاب بکنید. و طور مثال ما میایم داخل همین تصویر قبلی میخوایم یک قسمتش را انتخاب بکنیم، یا ایره فعلا کنترل زد کنیم تا به اینجا همون بک‌گراند هم داشته باشه که بیم بک‌گراند از بین ببریم. بسیار خوب، ما در قسمت یک تصویر را داریم که بک‌گراند هم داره. برای از اینکه انتخاب بکنیم یک قسمت را، گزینه ای هست به نام select tool، بازم در روی tool بارها یا ابزار ما کلیک کردم روی select tool و هر قسمت را که شما خواسته باشین میتونید انتخاب بکنید. ما اومدم یک قسمت از این انتخاب کردم، مثلا به یه اندازه. حالا همون قسمت انتخاب شده را میتونید هر عملیه ای را یا هر کاری که نیاز باشه رویش انجام بدین. مثلا delete کنید یا مثلا copy کنید، cut کنید یا هر عملیه دیگه. ما اگر بیم دکمه دیلیت از روی کیبورد فشار بدیم دیلیت میشه همه قسمت، درست؟ یعنی جای را در ابتدا انتخاب کردیم بعدا دیلیت کردیم، یا نه همین جای را انتخاب کردم حالا میم از طریق موف تول فقط همون جای انتخاب شده را میتونیم موف یا انتقال بکنیم. به این شکل تنها جای را که انتخاب کرده بودیم انتقال دادیم و آوردیم مثلا در این قسمت یا هر جای دیگه، درست؟ در صورتی که یک قسمت انتخاب شده باشه در اون صورت میشه همه قسمت انتخاب شده را ما موف یا انتقال بدیم. شارتکتی برای انتخاب کردن select tool M هست. شما اگر از روی کیبورد تنها M را فشار بدین select tool انتخاب میشه. و از move tool چی هست؟ V هست. ببینید فعلا select move tool ما انتخاب نیست. اگر ما بیم تنها V را فشار بدم move tool انتخاب میشه، یا دوباره M را فشار بدم select tool برای ما انتخاب میشه. خوب از شارتکت ها را بلد شوین خیلی سرعت کارتان را بیشتر میسازه. دوباره move tool انتخاب کردیم، حالا میتونیم همه قسمت انتخاب شده را انتقال بدیم، یا نه کنترل زد میکنم شارتکت اندو و پس ام را فشار میدم سلیکت تول. در صورتی که شما یک جایی را انتخاب کرده باشین، اگر در داخل همون ساحه انتخاب شده راست کلیک کنید چند آپشن را میبینید. از جمله آپشن را داریم به نام دی سلیکت، یعنی پس از حالت سلیکت شده خارج شده. یک دفعه جایی را انتخاب کرده بودیم پس از حالت انتخاب خارج شد. ببینید دوباره آمدیم یک ساحه کلانتر را انتخاب کردیم، دوباره راست کلیک و دی سلیکت، درست؟ از حالت سلیکت خارج ساخت. یا ما یک قسمت دیگر انتخاب میکنیم، ما تا به اینجا انتخاب کردم، اگر راست کلیک کنیم، اوپس، انتخاب کردیم در ابتدا
به این قسمت راست کلیک، گزینه‌ای هست به نام سلکت انورس، یعنی برعکس انتخاب بکنه هر جایی که فعلا انتخاب شده ای از حالت انتخاب خارج شده و خارج از انتخاب شده. حالا اگه دقت کنید طرف راست انتخاب شد، طرف چپ را که ما انتخاب کرده بودیم از حالت انتخاب شده خارج شد. این حالت را میگیم سلکت انورس. شارتکتش هم کنترل آی هست، کنترل شیفت آی باشه، کنترل شیفت آی را اگر شما بزنید انورس میشه. حالا مثلا بازم طرف چپ انتخاب است، کنترل شیفت آی را فشار بدیم انورس میشه یا سلکشن ما برعکس میشه، جایی که انتخاب نشده بود انتخاب میشه. بسیار خوب. و دی سلکت هم شارتکتش کنترل دی هست. مثلا حالا کجا انتخاب شده؟ طرف راست تصویر ما. کنترل دی را اگر فشار بدیم هم از حالت سلکت خارج میشه یا همو کار دی سلکت را میکنه. باز یک قسمت را انتخاب کردیم ولی فعلا همیشه ای که ما انتخاب میکنیم به صورت مربعی انتخاب میشه یا حالت مستطیلی انتخاب میشه. ما در قسمت سلکت تول، تولز یا ابزار دیگه ای را هم داریم. شما اگر به این قسمت روی سلکت تولتون راست کلیک کنید یکی حالت الپتیکال مارکیو تول را هم میبینید، رکتنگولر مارکیو تول را هم میبینید. رکتنگولر معمولا به شکل مستطیلی انتخاب میکنه و الپتیکال به شکل بیضوی یا دایروی انتخاب میکنه. و این دو شکل از طریق همین دو تا تولز میشه انتخاب بکنیم. حالا مگر بیم یک قسمت را بخوایم به شکل دایروی انتخاب شود، یعنی مقدار ساحه را انتخاب کردم به حالت دایروی، میتونیم از طریق موف تول انتقال بدیم. وی یا همون موف تول را گرفتم و این را انتقال میدم مثلا داخل لیر جدید در این قسمت. اوکی؟ داخل لیر جدید برای ما انتقال پیدا کرد، تنها همون جایی را که انتخاب کرده بودیم. واضح است؟ یا بازم در همین جا جایی را که انتخاب کرده میگم نه در داخل خود همین لیر یک کمی این طرف بیاد به این شکل. کنترل زد. خب بازم صبر کنید، زیاد عجله دارید. دیگه داریم سینگل رو مارکیو تول و سینگل کالم مارکیو تول. سینگل رو مارکیو تول میباشین به صورت یک رو یا سطر خیلی باریک یک تا پیکسل انتخاب میکنه برتن. اگر شما همین رو خیلی زوم بکنید همون جایی که انتخاب شده و خوب است دقیقا یک قسمت رو ببینیم که خاصیت پیکسلی رو داشته باشه. ما بیش از حد زوم کردیم و دقیقا یک پیکسل، یک رو، یک سطر پیکسل برای ما انتخاب کرده. این رو به نام سینگل رو مارکیو تول انتخاب میکنه، یاد میکنه. یا اگر از این قسمت دوباره راست کلیک کنید روی همون سلکت تول هایتان انتخاب بکنید مثلا سینگل کالم مارکیو تول و هر جایی که کلیک کنید همون کالم برایتان انتخاب میکنه. دقت کنید هر نقطه از اون از خود جدا رنگ را داره و به صورت پیکسل ها یا چهارخانگک ها دیده میشه و روی هر کالمی که کلیک کنید انتخاب میشه. درست؟ بازم یک مقدار زوم اوت میکنیم. خوب از همین شارتکت زوم این و زوم اوت را هم بلد شوید. کنترل با علامت منفی زوم اوت میکنه، کنترل با علامت منفی، کنترل با علامت مثبت زوم این میکنه و کنترل با صفر زوم تو فیت میکنه، یعنی به همون اندازه ای که اسکرین صفحه تان هست نظر به همون فیت میشه. شارتکت ها رو هم حفظ کنید. خوب است. خب حالا رسیدیم روی ازی که جان مینوها را وینکی با علامت مثبت منفی، یه البته از فوتوشاپ نیست، برنامه ای هست به نام ویندوز مگنیفایر، یعنی برنامه ای کار انجام میده در خود ویندوز است. شما اگر وین کی یا ویندوز کی را همراه علامت مثبت و منفی فشار بتین زوم این و زوم اوت میسازه. جان اوپن هست، اوپن هست، اوپن اگه نپاشه نمیشه. دفعه اول اگه فشار بتین اوپن میشه، دفعات بعدیش زوم این یا زوم اوت میکنه. حالا رسیدیم به اینکه چه قسمی بک‌گراند انتخاب بکنیم. در این قسمت ما گزینه ای را داریم به نام لیزو تول یا لیزو تول، هر چیزی که برش میگین لیزر تول. این هم کارش سلکت کردن هسته، ولی سلکت کردن به حالته که ما خود ما انتخاب میکنیم دقیقا کدام نقطه انتخاب شده. کلیک کردم روی همین گزینه، میخوایم حالا بک‌گراند انتخاب بکنیم، ولی کار خیلی مشکل است از طریق لیزر تول. ببینید زمانی که شما روی یک نقطه کلیک کردین، مثلا من یه نقطه کلیک میکنم و بعد از او باید کلیک خود را فشار بگیریم و این را انتقال بدیم یا ماوس خود انتقال بدیم از یک قسمت به قسمت دیگه. دقت کنید یک خط ساخته میشه. مثلا ما میخوایم اینقدر یک ساحه را انتخاب بکنیم و تا زمانی که شکل بسته هندسی را به خود نگرفته انتخاب نمیشه.
البته اگر شما پس رها کنید کرسر ماوستان یا همو دکمه ماوستان، اتومات شکل بسته هندسی را به خود میگیره و انتخاب میشه. حالا مگه دقت کنیم، این قسمت برای ما انتخاب شده، تنها یک قسمت کوچک انتخاب شده. بازم کنترل دی از حالت سلکت خارج شده. خوب است برای تصاویرهایی که خیلی ظرافتکاری نیاز داره از لیزر تول کار بگیریم. مثلا بعضی تصاویرهایی را دارین که خیلی زیاد ظرافتکاری نیاز داره، یا شاید یک زمانی نه ظرافتکاری نه بلکه خیلی سریع میخواین انتخاب شده. به این شکل میتونیم از طریق لیزر تول یک قسمت را انتخاب بکنیم. هر نقطه‌ای که شما کلیک کردین و این را بکشین تا هر جایی که میخواستین. مثلا یک همچین حالتی. پس اگر رها کنیم شکل بسته هندسی را به خود میگیره که برای ما به همون اساس انتخاب میشه. پس کنترل دی از حالت سلکت خارج شده. دیگه داریم گزینه‌ای را به نام پولیگونال لیزر تول. پولیگونال لیزر تول بازم خوبتر هست، آسان‌تر است. خاصیت از این بچه شکل است، بعد از اینکه شما یک بار کلیک کردید، من کلیک را در قسمت انجام دادم، دیگه نیاز نیست ماوس را فشار بگیریم و تا هر جایی که ماوستون کشیدین یک خط مستقیم ساخته میشه. مثلا خط تا به این قسمت دوباره کلیک بکنید و حال نقطه‌ای که برای اساس نظر و حول همون نقطه چرخش میکنه کلیک جدیدتان هست. باز کلیک بعدی را مثلا انجام دادم در این قسمت، حالم نظر به اطراف همون نقطه چرخش میکنه. به این شکل هر بار کلیکتان انجام بدن تا سلکشنتان کامل شود. مثلا به این شکل سلکت کرده میریم تا سلکشن کامل شود. حالا کلش نه، فرضاً تا به این قسمت. پس باید شکل بسته هندسی را به خود بگیره تا حالت سلکشن را بگیره. و اگر شکل بسته هندسی را نگیره، مثلا ما یک کلیک را انجام دادیم در این قسمت، کلیک بعدی، کلیک بعدی، تا اون شکل بسته هندسی را نگرفته. اگر انتر هم فشار بدین، خودش اتومات همو اولین نقطه و آخرین نقطه تان با هم یک جای کرده و شکل بسته هندسی را میگیره، ولی سلکت شد. اگه ما دلیت کنیم همین قسمت تنها برای ما دلیت میشه. درست؟ کنترل دی. و تولز دیگه ای را یا ابزار دیگه ای را داریم به نام مگنتیک لیزر تول. مگنتیک لیزر تول حالت مغناطیسی را داره. و چه شکل؟ این نظر به تفکیک رنگ یا تفاوت رنگ خودش اتومات انتخاب میکنه. مثلا به طرف چپ همین تصویر ما معمولا رنگ سفید زیاد استفاده شده، رنگ خاکستری، ولی به این طرف رنگ صورتی هست تقریبا. شما روی مرز همین رنگ ها اگر کلیک کنید، دیگه نیاز نیست کرسر ماوزتون هر دفعه کلیک کنید یا مثلا فشار بگیرین کامل دائم. خودتون کافی است فقط نظر به همون مرز رنگ هایتون ماوز را درگ کنید یا بکشین، اتومات خودش انتخاب کرده میره. به این شکل من فعلا ماوس را رها کردم، فقط درگ میکنم یا میکشم به طرف پایین. البته بعضی نقاط اگر شاید بعضی قسمت ها رنگ ها خیلی مشابه باشه یا تفکیک نتونه که مرز بین دو تا رنگ کجا هست یا کدام نقطه هست. مثلا اگر بریم به طرف راست، شاید یک نقاط در این قسمت ها هم ایجاد شده. میتونید شما یک کار بکنید، دکمه دلیت را فشار بدین، دانه دانه همون پوینت ها یا نقاطی که ساخته شده از بین میره. اینجا یک نقطه ساخته شده. اگر ما دلیت فشار بدیم همین نقطه از بین میره، میتونیم پس بیم و همون نقطه از بین رفته. یا مثلا یک زمانی خودتان اگر خواستین هم کلیک کنید امکانش هست. مثلا ما دقیقا میخواییم در این قسمت یک نقطه به وجود بیاد، یا در قسمت بعدی هر بار که کلیک میکنید روی همین تصویرتان هم نقاطی به وجود میاد. پس اگر دلیت فشار بدیم دانه دانه همون نقاط از بین میره. واضح است؟ از طریق ازی هم میتونیم انتخاب بکنیم، ولی بازم یک کمی وقتگیر و جنجالی و برصورت. انتخاب کردیم به این شکل تا به اینجا. نسبت به او سلکشن تول های دیگه ما راحت تر هست. لیزر تول و پولیگونال لیزر تول راحت تر میتونیم انتخاب بکنیم. یک دفعه پس بریم در این قسمت و خب تا به اینجا میتونیم حالا بیم به طرف چپ، به طرف راست و از طرف راست مثلا سلکشن خود ادامه بدیم. بازم گرچه خیلی سریع انتخاب کردیم، شاید دقیق انتخاب نشده باشه، ولی انتخاب میشه به هر صورت از طریق مگنتیک لیزر تول. زمانی که پس شکل بسته هندسی رو به خود گرفت سلکت میشه. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ سلکشن خود انورس کنیم. کنترل شیفت آی سلکشن انورس شد. اگر دلیت کنیم دلیت میشه، ولی یک قسمت های خیلی دقیق انتخاب نشده به هر صورت. کنترل دی پس از حالت سلکت خارج شده.
تولز دیگه ای را داریم، ابزار دیگه ای هست برای سلکت کردن یا انتخاب کردن در قسمت با نام Object Selection Tool. اینا هم در فوتوشاپ های جدید اضافه شده. فوتوشاپ های قبلی گزینه Object Selection Tools را نداشت. زمانی که شما بین روی آبجکتتان یا معمولا شی و جسم را که میخواین انتخاب بکنید کامل تمامش انتخاب بکنید، اوتومات قسمت های بکگراند از اوره یا معمولا جاهایی که رنگ مشابه داره را انتخاب نمیکنه، تنها خود همون تصویر یا لیرتان بخشن آبجکت داخل تصویرتان انتخاب میکنه، یا همون مثلا شی و شخص و چیز بارز داخل تصویر انتخاب میکنه. دقت کنید، حالا تنها خود شخص انتخاب شد، بکگراندش نه. میتونیم راحت تر سلکشن خود انورس کنیم، کنترل شیفت آی یا راست کلیک، گزینه هست با نام سلکت انورس که دوباره سلکشن ما آمد روی از این شخص. اگر روی شخص راست کلیک کنیم، در صورتی که همین سلکت تولز ما انتخاب شده باشه، البته شما اگر تولزهای دیگر انتخاب بکنید راست کلیک کنید، آپشن های مربوط به تولزهای دیگر رو میبینید، ابزارهای دیگه، ولی تا زمانی که یک از این سلکت تول ها باشه، مثلا مگنتیک لیژو تول هست یا مثلا الپتیکال لیژو تول هست، مارکیو تول هست، یا هر تولزی که برای سلکت کردن انتخاب کردن استفاده میشه، یک از اینا هم اگر باشه میتونید شما راست کلیک کنید روی همو و گزینه های مثلا دی سلکت و سلکت و فیدر و سلکت اند ماسک را ببینید. فعلا میگم سلکت انورس، برعکس انتخاب شوه و دلیت، درست برعکس انتخاب شد و دلیت شد، کنترل دی از حالت سلکت هم خارج شده، دی سلکت کردیم. دیگه داریم گزینه ای را با نام کویک سلکشن تولز، تولزی است که زیادتر استفاده میشه. دقت کنید یک تصویر دیگه ایه. مثلا در این تصویر ما میخواییم بکگراند را انتخاب بکنیم تا بعدا دیلیت کنیم یا مثلا رنگش را تغییر بدیم، میایم از طریق سلکشن تولز ها، البته هر تولزی که برای خودتان راحت تر بود از اما استفاده کنید، مشکل نداره، شما بین از آبجکت تول کار بگیرین یا از کویک سلکشن تول یا از ماجیکلی وان تول یا هر تولز دیگه. کویک سلکشن تولز کارش چی است؟ کارش انتخاب کردن یک قسمتی که شما کلیک میکنید، البته در صورت که سلکشنتان اکسپند کنید یا وسعت بدین، یعنی ماوزتان رو به اطراف بکشین، اتومات سلکشنتان نظر به رنگ مشابه اکسپند میشه یا وسعت پیدا میکنه. ببینید اگر ما بیاریم مثلا همین سلکشن رو به طرف راست، اتومات رنگایی که مشابه بود به طرف راست هم انتخاب میشه، ولی در این قسمت شاید خیلی دقیق نباشه، یعنی رنگایی را که ما دقیقاً می‌خواستیم انتخاب بکنیم نظر به همون رنگا انتخاب نشده باشه. دوباره روی کویک سلکشن تولز، مثلا ما کلیک میکنم در این قسمت، گرچه اندازه برش ما هم نسبتاً بزرگتر هست، یا خب گفتیم کویک سلکشن تولز نظر به رنگ انتخاب میشه، اگر خواستیم البته اندازه برش کمی کوچکتر بسازیم. شما زمانی که هر تولز هر ابزار انتخاب میکنید، آپشن های مربوطه از در قسمت بالا میبینید. حالا در این قسمت اگر ما کلیک کنیم در این ساحه، میتونیم اندازش کمی کوچکتر بسازیم، مثلا شبه 85 پیکسل سایزش، حالا 85 پیکسل شده، یعنی شما یک نقطه ای را اگر کلیک کنید تنها 85 پیکسل در 85 پیکسل برایتان انتخاب میشه. خوب است همین سلکشن خود از اومین بکنیم، فرض مثال من کلیک را انجام دادم در این قسمت یا در این نقطه، و بازم کویک سلکشن تولز نظر به تشابه رنگ ها سلکشن خود یا همه کار خود انجام میده. اگر در یک نقطه کلیک کنید که رنگ مشابه داشته باشه، فرزنده قسمت کلیک کردم، یک کلیک انجام میدیم، یک ساحه نسبتاً کوچکی، بعداً میبینه که رنگ های مشابه هست، اتومات سلکشن اکسپند یا توسعه پیدا میکنه، کنترل دی پس از حالت سلکت خارج شده. از همین گزینه آپشن یا جزئیاتش هم میتونیم سایزش رو تغییر بدیم، هم هاردنس ازیره یا میزان دقت ازیره کمتر یا زیادتر بکنیم. اگر ما مثلا هاردنس از این را زیاد بسازیم 100%، دقیقاً در همون نقطه در همون قسمتی که کلیک میکنید اگر دقیق همون رنگا بود انتخاب میشه، غیر از اون رنگای با تفاوت نسبتاً کمتری برایتان انتخاب نمیشه. مثلا ما در قسمت کلیک کردیم یک ساحه کوچک انتخاب شد، ولی زمانی که هاردنس کمتر یا زیادتر باشه طبعاً اندازه سلکشن هم فرق میکنه. بازم جزئیاتش باشه برای فردا. جای سوال هست؟